بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر ششم هست و در این قسمت DML کمند دلیت را داریم و دلیت به خاطر حذف کردن ریکارد از یک تیبل استفاده می شود. خب حذف کردن ریکارد از تیبل باز هم دو حالت دارد، یک این که یک ریکارد مشخص باید از تیبل دلیت شود و یا این که تمام ریکارد های تیبل را دلیت کنید. خب هرگاه در صورتی که ما شرطی وضع نکنیم مثل که قبلا در اپدیت داشتیم، در اون صورت تمام ریکارد های تیبل را دلیت میکند و هرگاه شرطی وضع گردد باز تنها همان ریکارد مشخص دلیت میگردد. خب مثلا در اینجا نوشته میکنیم که دلیت فرام و نام تیبل خود را ذکر میکنیم و اینجا شرطی وضع میکنیم. میگیم در صورتی که مثلا آیدیش این چیز باشد و یا هم میگیم که نام شخص این چیز باشد و یا هم میگیم دیپارتمنتش این چیز باشد مشخص باید ساخت، در غیر آن تمام ریکارد های تیبل را دلیت میکنند. و اگر خواسته باشیم که تمام ریکارد های تیبل دلیت شود، باز در آن صورت تنها نوشته میکنیم که دلیت فرام و نام تیبل را ذکر میکنیم، چون شرطی نیست. در این صورت تمام ریکارد ها را از تیبل دلیت میسازد. خب من قسمت بعدی این هست که چیز دیگری داریم به نام Referential Integrity Constraint هست و این در حقیقت موجودیت ریکارد یا فیلد پرنت در چایلد می باشد، یعنی به اساس رابطه زمانی که ما پرایمری کی و فارین کی می گیریم، پس قیمت پرایمری کی باید در چایلد تیبل استفاده گردد و در غیر آن قیمت دیگر را ما وضع کردن نمیتانیم. پس در این صورت هم هرگاه ما از پرنت دیتا را دلیت میکنیم، باز با چایلد چی حالت رخ میدهد؟ چند حالت در اینجا وجود دارد. اول این که شاید هرگاه ما از پرنت دیتا را دلیت کنیم، چایلد دیتا هم دلیت شود، و یا میگیم که نه خیر، از چایلد دیتا دلیت نشود بلکه در چایلد همان مشخصه به نل تبدیل شود، و یا هم میگیم اگر قبلا کدام قیمت را برش تعریف کرده باشیم او قیمت در اونجا جاگزین شود، و یا هم میگیم که هرگاه از پرنت دیتا را کسی دلیت میکند دلیت کردن نتواند. یعنی چهار حالت در اینجا وجود دارد. اول این که مثلا نوشته میکنیم set null هست، یعنی هرگاه از پرنت دلیت میشود چایلد به null تبدیل گردد همان مشخصا، یا میگیم no action هست، و یا هم میگیم که set default هست، یعنی اگر قیمت را قبلا ما تعریف کرده باشیم اون مشخصه در اونجا درج گردد، و یا هم میگیم که set cascade هست. cascade به این معنی که هرگاه از پرنت دیتا دلیت میشود از چایلد خودش باید دلیت گردد. خب من اینها را عملا میبینیم و قسمت بعدی یک چیز دیگر هم هست در اینجا، این که هرگاه مطمئن نباشیم ریکارد را نباید دلیت کرد، بخاطر که هرگاه دلیشن صورت بگیرد باز ریکارد را ما اندو کردن نمیتوانیم. گرافیکلی چطور کار میکنیم که بسیار ساده هم هست. خب تنها بالای ریکارد مربوطه رایت کلیک میکنیم و دلیت میگیم. من سیکل سرور را باز مینماییم و در اینجا کنکت برش میگیم. من در قسمت دیتابیس اینجا یک تیبی آی و در اینجا دو تیبال داریم، یکی این تیبال هست و یکی تیبال ای پرنت هست و ای چایلد هست. خب اینجا بیم در این قسمت نوشته کنم که select all from department info و در این قسمت نوشته کنم که select all from employee info. خب اگر این انتخاب کنیم در این قسمت این ریکارد ها را داریم، و اگر این دوم را انتخاب کنیم و بعدا این ریکارد ها را داریم، در اینجا باز این ها استفاده شده. خب هرگاه خواسته باشیم که مثلا این ریکارد را دلیت کنیم از اینجا، چایلد هم هست، باز در اون صورت نوشته می کنیم که delete from employee info as employee info. در اینجا برش میگیم where، شرطی را ذکر میکنم، میگیم where employee
8 مساوی می شود به 6. بله، فعلا تنها یک ریکارد رو دلیت می کنم، و هم ریکارد این ریکارد هست که دلیت می گردد. به ترتیب یک ریکارد دلیت شد. حال اگر بیایم اینجا کیوری رو اکسیکیوت کنیم، ریکارد ششم در اینجا وجود ندارد. خب اگر خواسته باشیم ریکارد بعدی را دلیت کنیم، پس در اون صورت هم این کار رو کرده میتونیم. یعنی نه تنها که ما نام اینجا میتونیم که نامش را هم ذکر کنیم، مثلا نوشته میکنیم در صورتی که فرست نیمش مساوی شده باشد، مثلا فرست نیمش کی باشد نوشته میکنیم علی باشد. و از زمانی که دلیت میکنیم اینجا اپر کیس و لور کیس اصلا فرق دارد، اینجا باید درست قیمت رو ذکر کرد. و حالا اگر دلیت کنیم ریکارد را، از این صورت کدام ریکارد دلیت میشه؟ این ریکارد دلیت میشه بخاطر گفتیم فرست نیمش مساوی باشه به هیچ. خب انتخاب میکنیم، بعدم یک ریکارد هم دلیت شد. حالا اگر بیایم ریکارد علی نیست، همین ترتیب میتونیم که خب اگر باز هم در این قسمت بیایم و در اینجا نوشته کنیم که جوابش مساوی باشد و مثلا در این قسمت چند حالت وجود داره، میگیم تیچر باشد جواب. هرگاه تیچر ذکر گردد در اینجا، هر قدر تیچر ریکارد داشته باشیم همه ایش دلیت میکنند، تمامش را دلیت میکنند. و در اون صورت نیاز هست که یک مشخصه دیگر را هم در کنارش اینجا اند برش بگیم، یک مشخصه دیگر را هم در اینجا ذکر کنیم، نوشته کنیم که دیپارتمنت آیریش مساوی گردد به 3. فعلا تنها یک ریکارد را دلیت می کند که او هم چند است، دیپارتمنت 3 باشد و جابش هم یه چیز باشد، یعنی ریکارد وارث را دلیت می کند. یک ریکارد دلیت شد. خب می تانیم دو مشخص 3 مشخص را هم ذکر کنیم و در اون صورت این حالت رخ نمی دهد. خب به این ترتیب می تانیم ریکارد را دلیت کنیم. همه این بریم که هرگاه اگر ما مثلا در این قسمت شرطی ذکر نکنیم باز چی حالت رخ میدهد، نوشته میکنیم که delete from employee info. اگر فعلا ای را رن بسازیم، تمام ریکارد های مربوطه در تیبل را بر ما delete میکند، تمام ریکارد ها را از تیبل delete میکند. رن میسازیم، چند ریکارد را دلیت کرد؟ 3 ریکارد را دلیت کرد. و قبلا گفتیم در نوت اونجا ذکر کردید که هرگاه ما مطمئن نباشیم این کار را نباید کرد، به خاطری که هرگاه ما دلیت میکنیم باز اندو شده نمیکنند، پس ریکارد ها را ما دلیت کردیم. یکی چطور میتونیم ریکارد را دوباره در تیبل خود ذخیره کنیم؟ و شکل گرافیکی باز در صورت میم این قسمت رایت کلیک میکنیم و تاپ ایدیت را 200 روز را انتخاب میکنیم. من در اینجا ریکارد رو علامه میکنم، نوشته میکنم که کریم هست، لست نمیش شریفی هست، و در اینجا نوشته میکنم جابش تیچر باشد و آدرسش کابل هست، دپارتمنت ایدیش وان، و سالریش را مثلا میگیم 300. و بعد نوشته میکنم که علی و کریمی هست، نوشته میکنم که تیچر هست، این هم کابل باشد، درستش دپارتمنت 2 باشد و 300 از این هم سالاریش هست. من در این قسمت نوشته میکنم که رفی برزای نوشته میکنم و این هم نوشته میکنم که تیچر هست، و در اینجا نوشته میکنم کابل دپارتمنت 1 300 سالاریش هست. نوشته میکنم که واحدی هست، اینجا نوشته میکنیم منیجر هست، کابل نوشته میکنیم دپارتمنت 3 و سالاریش رو نوشته میکنیم 5. 5 ریکارد یا 3 ریکارد رو علاوه کردیم. هرگاه حاصل باشیم که به شکل گرافیک دیتا رو دلیت کنیم، بسیار ساده هست. هر ریکاردی رو که خواسته باشیم در این قسمت رایت کلیک میکنیم و میریم در این قسمت نوشته میکنیم دلیت. یک ریکارد در حالت دلیت شدن هست، میگیم بله دلیتش کن، پس ریکارد دلیت شد. اگر میخواستیم ریکارد بعدی را دوباره وارد کنیم، نوشته میکنیم که وایس
در اینجا نوشته میکنیم که واحدی و نوشته میکنیم که منیجر هست، کابل هست، پارمنت 4 و در اینجا نوشته میکنیم پیسه و می ترتیب. خب اینجا را میفهمیم که ایدنتیتی وضع شده و خودش قیمت را میگیرد و یه ترتیب با شکل گرافیکی دلیت میکنیم. هرگاه این ریکارد را دلیت میکنیم باز هم در اینجا کلیک میکنیم و برش میگم یاس و ریکارد چی میشه و دلیت میگردد. خب اگر بیایم به تیبل پرینت در این قسمت، در پرینت باز ما ریکارد را با سادگی دلیت کردن نمیتانیم چرا که چند حالت وجود دارد. پرینت تیبل نوشته میکنیم و اگر نوشته کنیم که select all from department info، این ریکارد ها را ما در اینجا داریم. و اگر نوشته کنیم که select all from employee info و این ریکارد رو هم داریم. مثلا ریکارد اینجا یک استفاده شد، دو استفاده شد، چهار استفاده شد. و اگر من نوشته کنم که delete بساز از تیبل department info، کدام ریکارد رو شد delete بساز میگم where مثلا department ایدیش مساوی شود به یک یا دو، یک میگیریم. خب این ریکارد رو ما میتونیم دلیت کنیم یا نمیتونیم؟ نمیشود دلیت به خاطر که این ریکارد فعلا یا ای ایدی در حالت یوز هست در چایلد تیبل. در چایلد تیبل این ریکارد رو ما دلیت کرده نمیتونیم به خاطر که ای سی تی را اگر دلیت کنیم department ای سی تی را، پس در چایلد باز در اینجا این را آرفان می نامن، یعنی بعدا پرنتزی وجود ندارد لیکن اینجا استفاده شده. پس این کار را کرده نمیتونیم بخاطر که خب اگر رن بسازیم در اینجا ایرر می دهد که در چایلد تیبل این ریکارد استفاده شده، ابتدا خیلی از اونجا باید دلیت گردد و بعدا از اینجا دلیت گردد. ممی ترتیب اگر نوشته کنیم که ریکارد بعدی را دلیت میکنیم، یعنی نوشته میکنیم که دو، دو را هم دلیت کردن نمیتونیم بخاطر که دو هم در چایلد استفاده شده در این قسمت. خیلی ابتدا باید این ریکارد از اینجا دلیت کرد و بعدا از پرین دلیت کردن نمیتونیم. در غیر از اگر ما دلیت بگیم دلیت شدن نمیتونیم بخاطر که در حالت استفاده هست. به این ترتیب اگر ریکارد 4 را هم بگیریم دلیت کردن نمیتونیم بخاطر که در چایلد تیبل ای استفاده شده. خب در اینجا چند حالت وجود دارد. خب اگر خواسته باشیم که میخواهیم دلیت کنیم ریکارد اول را، ولی ریکارد اول را اگر میخواستیم که دلیت کنیم در چایلد کدام حالت رخ بدهد بخاطر که اینجا استفاده شده دو جای، میگیم که مثلا به نال تبدیل شود، یا مثلا اگر کدام قیمت رو قبلا تعریف کرده باشیم به او تبدیل شود، یا میگیم که هرگاه از پرین دلیت میشود ریکارد از چایلد هم دلیت شود، و یا میگیم که نو اکشن، فعلا نو اکشن هست بخاطر که ما دلیت کردن نمیتونیم. پس در این حالت میرین در قسمت گرافیکیش ساده هست و به شکل کیوری همه کار را کرده میتونیم. به شکل دیزاین خب پرین تیبل را انتخاب میکنیم، به شکل دیزاینش میریم و در اینجا ریلیشن را چون برقرار کردیم ساری میریم به قسمت چایلد تیبل میریم دیزاین و در اینجا دپارتمنت ایدی را اگر ما انتخاب کنیم و بعد در ریلیشن بیم. خب فعلا ریلیشن هست و این نامش هست، ریلیشن برقرار گردیده. در اینجا در این قسمت insert and update specification ما چیزی داریم. ولی اگر کلیک کنیم چند حالت وجود دارد. اول اینکه هرگاه از پرین دیتا دلیت می شود با چل چی کار شود، فعلا نو اکشن هست. می دانیم ایره مثلا با وی تبدیل کنیم که set now، هرگاه از پرین دیتا دلیت می شود چایلد همان ریکارد به چی تبدیل شود؟ به نل تبدیل شود. و حالا اگر بیاییم و ایره هم سیف کنیم و در این قسمت اگر فعلا ایره را دلیت می کنیم، پس این دو مشخصه را ببینیم که چی کار می شود بهش. بله یک ریکارد دلیت شد. فعلا اگر بیاییم در این قسمت ای دو مشخصه به چی تبدیل شد؟ به نل تبدیل شد. و یا هم میگیم که خب در صورتی که از پرین دیتا دلیت میشود
پس یا باز چایل و از چایل هم دیتا رو چی بساز؟ دلیت بساز. از چایل هم دیتا رو دلیت بساز. پس در اون صورت کسکید رو انتخاب میکن. هرگاه میتونیم بالای اپدیت هم این قوانین را اپلای کنیم یا تطبیق کنیم. هر دوشی اگر پس بالای دلیت و اپدیت هم این کار رو کرده میکنیم. بعدم میگیم سیف. اوکی. و حال اگر بیاییم در این قسمت و این ریکارد بعدی را که دو هست این را دلیت کنیم چی کار میشود؟ ریکارد خب در این قسمت بریم ببینیم ریکارد اول وجود ندارد بخاطر که در اینجا دلیت شد و حال اگر خواسته باشیم که ریکارد دوم را هم دلیت کنیم لیکن این ریکارد در چایلد تیبل استفاده شده در این قسمت دو ببینیم در اینجا کدام حالت رخ میدهد آیا این ریکارد هم دلیت میشود یا به نل تبدیل میشه چی کار میشود چون ما کسکید کردیم و ریکارد از چایلد نیز دلیت میشه خب یک ریکارد را دلیت کردم میریم در پرینت ولی ریکارد دوم وجود ندارد لیکن با چایلد اگر بیایم چون ریکارد در اونجا استفاده شده بود از چایلد هم چی شده دلیت شد و یا هم میتونیم گفتیم که در قسمت دیفالت اگر کدام قیمت را قبلا ما تعریف کرده باشیم او را در اینجا سیت کنیم و در اصول سیت دیفالت برش میگیم چون فعلا ما دیفالت را تعریف نکردیم دیفالت را اگر گرفتیم باز در اصول هرگاه از پرین دیتا دلیت میشود در چایلد همان قیمتی را که قبلا تعریف کردیم در فیلد مربوطه سیت میگردد خب هم ریفرنشل integrity constraint هست که باید متوجه باشیم که ما چی کار کرده میتوانیم یعنی زمانی که دیتا از پرین دلیت میشود با چایل کدام حالت رخ بدهد یعنی به شکل گرافیکی همی کار انجام دادم میتوانیم در اون صورت باید خیلی چی کار کرد ابتدا فعلا بین دو تیبل ما روابط وجود دارد رابطش اول قطع میکنیم در این قسمت میایم در قسمت اینجا پرینت را از اینجا چی کار میکنیم دلیت میکنیم یا هم میتونیم که به شکل کیوری دلیت کنیم مثلا نامش را در اینجا ذکر میکنیم و در اینجا میایم نوشته میکنیم که drop constraint و نام constraint را در اینجا ذکر میکنیم کدام constraint را باید دلیت کرد و در اینجا باید یک کار دیگر هم کرد نوشته میکنیم که alt table imply imply info as well imply underscore info و در صورت این constraint را دلیت کنیم یعنی foreign key را ما دلیت کردیم فعلا بین دو تیبل ما هیچ رابطه وجود ندارد نه parent هست و نه child هست میخواستیم پس دوباره رابطه ایشان را برقرار کنیم نوشته میکنیم که alt table و در اینجا نوشته میکنیم که alt کدام تیبل نامش را ذکر میکنیم imply underscore info و در اینجا برش میگیم add constraint و constraint رو نوشته میکنیم و نام با constraint خود میتونیم میگیم if key هست یعنی foreign key باشد imply underscore info در اینجا کدام مشخصش foreign key شود department id foreign key هست و در اون صورت میگیم که foreign key بساز department id را آدرس را برش مشخص میکنیم که references کدام تیبل هست نوشته میکنیم department underscore info و در آنجا یک مشخصه داریم یا نام کالم خود را ذکر میکنیم که department id هست حال در اینجا ما referential integrity را میبینیم میگیم که on delete cascade زمانی که delete میشود cascade شود یه وضعی کسکیت میتونیم on delete نوشته کنیم مثلا set null on delete میتونیم نوشته کنیم set null یا میگیم که on delete set default on update هم نوشته کرده میتونیم بجای از این update هم نوشته کرده میتونیم یا هم میتونیم نوشته کنیم که set no action خب اگر on delete no action گرفتیم بعدا باز از پرینت هم دلیت کرده نمیتونیم تا زمانی که ریکارد آن را از چایلد دلیت نکنیم فعلا دوباره رابطه عیار گردیم در این قسمت اگر بیاییم و این را ریفرش بسازیم حال department id change خب شما خواندیم که با دو طریق میتونیم که ریکارد را دلیت کنیم یکی که
شرطیه وضع کنیم که ریکارد مربوطه دلیت گردد و یا بدون شرطیه. اگر بدون شرطیه باشد تمام ریکارد ها دلیت می شود. و همین چیز دیگر این است که بودن ریکارد پرین در چایلد هست، همان فیلد پرایمری ها. خب در اونجا هرگاه از پرین دیتا دلیت گردد با چایلد کدام حالات رخ می دهد؟ این چهار حالت هست که گرافیکلی هم دیدیم و به شکل کیوری هم دیدیم. چیز دیگری که در نوت ذکر کردیم این هست، هرگاه مطمئن نباشیم ریکارد رو دلیت نمی کنیم به خاطری که اندو کرده نمی تانیم و به شکل گرافیکی هم کار کردیم که ساده هم بود. خب کفایت میکند همین قدر. تشکر، خدا کنه یاد گرفته باشیم.